توی عصر تابستونی مادر شوهر اومده خونه عروسش تا از سفر دخترش تعریف کنه و عروس بیچارهشو بچزونه. شوهرش با اصرار براش بلیط خرید، گفت باید ببرم دبی، حال و هوات عوض بشه. خدا رو شکر که از داماد شانس آوردم. خب خدا رو شکر پس حسابی داره بهشون خوش میگذره. شوهرش هر روز میبرتش خرید، بهش میگه هر چی دوست داری بردارو بخر، بهش میگه تو لیاقت بهترینا رو داری، آخه بچه‌م خیلی وقت خرید نرفته بود. آخه چقدر عالی. شوهرش بردتش فروشگاه لوازم آرایشی خانمه بود که خیلی چیز بود، چیز هدا بیوتی، خیلی گرونه، فقط معروفا میزنن لوازم آرایشیشو به سر و صورتشون. بردتش اونجا، گفته هر چی دوست داری بردار بخر، گفته دیگه نمیرم لوازم آرایش ارزون بزنی ها، هر چی گرونه رو بخر، سر و صورتتو خراب نکن، زود پوستت چروک بیفته. خیلی دخترمو دوست داره، الهی مادر قربونش برم. خیلی چقدر جذاب و رمانتیک. باشه مادر، یه اسفند دود کن دخترم چش نخوره. باشه الان میرم براش دود میکنم. شالا چشم و نظر به دور باشه. اتفاقا مامان جون هفته دیگه من و نیما تصمیم گرفتیم چون دو سه روز تعطیله بریم کیش. کیش بریم چیکار کنیم مادر با این وضع گرونی ها؟ میدونی هتل ها بلیط ها چقدر گرونه؟ اصلا وقت سفر نیستش که با این وضع اقتصادی. آخه گفتیم بریم اونجا خرید کنیم، خیلی وقتی که خرید نکردم، تمام لباسام خراب شده، داغون شده. مادر هر چی داری همونو بپوش، الان همه بونجل میپوشن، انقدر وضع اقتصادی خراب شده. برای چی میخوای بری انقدر خرید کنی؟ جیب شوهر بدبختت خالی کن، صبح تا شب داره کار میکنه بیچاره بدبخت. لوازم آرایشم هم تموم شده، میخواستم از اونجا بخرم. تو به این قشنگی لوازم آرایش آخه میخوای چیکار؟ بیا من چند تا کرم آردن دارم خیلی خوبه، میخواستم بندازمشون بیرون، میدمش به تو، همونو بزن پوستتم قشنگ میمونه، سرحال شد و هیچی مثل محصولات ایرانی نمیشه مادر جان. و این چنین شد که مادر شوهر گن زد به اعصاب عروسش و اونم ناباورانه به افق خیره شد. مادر شوهر چه کردی؟ همه دیوون